سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم امشب از جمله شبهایی هست که بیشتر دعوت شده این به این که تر از همیشه بگذرونیمش یه مقدار با تعمل بگذره یه مقدار با فکر بگذره یه مقدار با یاد خدا بگذره از این چیزای این شکلی پیشنهاد کردم برای امشب دیگه درسته اگر موافق باشید میخوایم امشب رو بپردازیم به بحث آخر و زمان از نگاه امیر المومنین علی ابن عبی طالب. ایشان ماجرا را چگونه دیدن اون دورانی که ما بهش میگیم آخر و زمان و منتظرش هستیم منتظر این هستیم که یک هدایتگری بیاید و دنیای ما رو از اون آخر و زمان نجات بده اون چه شکلیه انسان‌های اون زمان چه شکلی بعد اون هدایتگره ما اگر در آخر و زمان رو باشیم چه پیشنهادهایی بهمون شده برای اینکه تا زمان آمدن او صبر بکنیم چه پیشنهادهایی به شده یارانش چه شکلی هستند بعد خود او چه کار قرار هست انجام بده اینا رو یک بار با هم دیگه بررسی بکنیم بر اساس چیزهایی که در صحبتهای حضرت بهش اشاره شده میخوام یک بار مرور بکنیم ببینیم که اون فضا رو چه شکلی روایت میکنن میگن که روزگاری بر مردم خواهد آمد که محترم نشمارند جز سخنچین را و خوششان نیاید جز از بدکاری هرزه ناتوان نشود جز عادل در آن روزگار کمک به نیازمندان خسارت و پیوند با خیشاوندان منتگذاری و عبادت نوعی برتری طلبی بر مردم است چند تا جمله آخر یه بار دیگه بخونیم کمک به نیازمندان خسارت و پیوند با خیشاوندان منتگذاری و عبادت نوعی برتری طلبی بر مردم است مثال اگر بخوایم بیاریم خیلی بد میشه نه مثلا یکی دو تا مثال بزنیم بگیم مثلا یه مدلی دیدیم این شکلی بود اون شکلی بود هممون هم یادمون بیفته یه فکر کنم بد میشه ولش کنیم امشب شاید مثلا مثال نزنیم بهتر باشه بریم جلوتر یه جمله دارن ایشون فوق العاده است میگه که توی اون زمانی که داریم ازش از صحبت میکنیم که بر جهان ما حاکم خواهد شد برکت از سال و ماه و روز و هفته برداشته میشود بر. به طوری که هر سال به مقدار یک روز و هر روز به مقدار یک ساعت در آن دوران خواهد بود یعنی یه زمانی میرسه مثلا روز اول فروردین 1400 مثلا 1400 آخر روز زمانی ها رو میگیم الان رو نمیگیم که بعد طرف میگه که سال نو مبارک سال نو مبارک مثلا امسال سال خوبی باشه بعد فرداش میگه که آقا چقدر زود گذشت اسفنده ها دیدی مثلا پلک سریم به هم گذشت و رفت یا مثلا طرف صبح بلند میشه میگه آقا امروز فلان حرکت رو میخوام بزنم فلان فلان میخوام انجام بدم بعد به خودش اینو اصلا شب شد انگار مثلا برکت رو از این روزه گرفتن انگار برکت رو از این ساله گرفتن انگار برکت رو از این زمانهه گرفتن به طوری که یه چیزی بین مردم زیاد چنده میشه و اون اینه آقا چقدر سری میگذره اصلا چقدر سری داره همه چیز میگذره آقا ولش کن رو بریم جلوتر در ادامه میگه که در اهل آن دوران فقها ها آنگونه که دلشان میخواهد فتوا میدهند و قاضی هایشان به چیزی که نمیدانند حکم میکنند و بیشتر آنها به دروغ شهادت می دهن. کسی که پول دارد در نزد آنها عزیز و محترم است ولی شخصی که بی پول باشد در پیش آنها زبون و حقیر است آقا پول ارزش مشخص میکنه تو آخر و زمانه هی که قراره بیاد اونجا پول ارزش میده به افراد برای کل جامعه ارزش میشه ببین من یه جایی تو یه حدیثی می‌خونم. اشاره به این که رو به اینکه این ثروت و این چیزهایی که در دنیا شما درگیر شدید و خیلی شماها رو با خودش همراه کرده اینا مثل حباب میمونه مثل کف میمونه ببین در زمان های مختلف اینو ما میتونیم با هم دیگه بررسی بکنیم تو دنیای امروز ما دقیق‌تر میشه بررسیش کرد یه لحظه تصور بکنید این سیستم اینترنتی بانکی که الان همه داریم باش کار میکنی دیگه فقیر و ثروتمند نداره دیگه الان تقریبا هممون کارهامون بخش قابل توجهش با کارت خان داره انجام میشه عمده ی فعالیت اقتصادی که داریم انجام میدیم با کارت به کارت کردن و از طریق حرکت های این شکلی توی جامعهمون که بخوایم حرکت بکنیم یه بخش قابل توجه از حالا مترو و چیزای این شکلی با همین کارتا صورت میگیره درسته یه لحظه تصور بکنید دنیایی رو که مثلا توی این دنیای این سیستم از کار بیفته الان هممون داراییمون یه عددیه توی شماره حساب درسته اون از کار بیفته یه لحظه تصور تصور از کار بیفته آیا کسی هست که بتونه مدعی بشه که من ثروتمند هستم ال همه جامعه برابر شدن که تو الان بچه اساس ثروتمندی کدوم حساب چقدر مبلغ اصلا چی داشتی الان چه کمکی بهت میکنه بریم ادامه گذاشت رو بخونیم البته ادامه روایت میگه که برای مردم زمانی خواهد آمد که در آن زمان همت و هدف آنها شکمشان خواهد شد یه عده انقدر پول پرست میشن که همش درگیر این داستانن یه عده دیگه نه اصلا مشکلات معیشتیه و زندگیه و اقتصادی بلایی به سرشون میاره که آقا من صبح تا شب باید تلاش بکنم بتونم یک بخشی از مشکل معیشتی خودم و خانوادهام را حل بکنم این شکلی میشه دیگه در آن آخر زمانه شرف و اعتبارشان به کالا و اموالشان بستگی دارد قبله آنها زنانشان و دینشان درهم و دینارشان است آنها بدترین مردمند که نزد خدا بهره و سهمی برای آنها نیست ببین یه بار با هم بررسی کنیم میگه برای مردم زمانی خواهد آمد که در آن زمان همت و هدف آنها شکمشان است آقا یکی ثروتمند اینجوری زندگیش میشه یکی فقیر زندگیش این شکلی میشه یه جمله اخیرا آیت الله خامنه گفت اشاره کرد به اینکه این چیزی که الان داریم میبینیم جاهلیت مدرنه بعد اشاره کرد گفت و از جنس همون جاهلیتی که تو دوران عربستان بود باعث شد که خدا مجبور شه یه هدایتگر بفرسته الانم جاهلیت مدرنه خیلی پیچیدهترش و الانم خدا یه هدایتگری باید بفرسته ببین آیت الله تو اون صحبت ها به یه چیزی اشاره کرد گفت اون چیزی که در دنیای امروزمون مرکز تولید جاهلیت مدرنه آمریکا آقا چه ربط به این روایت داره یه بار رو هم بررسی کنی میگه برای مردم زمانی خواهد آمد که در آن زمان همت و هدف آنها شکمشان است آ چه ربطی داره عرض میکنم یه جمعه از میکنم خدمتتون یه جمله از ریشارد هاس میخوندم درباره مذاکرات ایران هم اخیرا خیلی حرف زده از چهرهایی است که میگم رئیس یکی از اندیشه‌های آمریکایی الان حضور ذهن نداره گفته بود توی یکی از صحبتاش که ما باید ارزش های آمریکایی رو صادر بکنیم آیا یه سرچ بکنی ببینیم ارزش های آمریکایی چیه خب ما توی روایت خودمون رو داریم میگه آقا اسراف نکنید سعی کنید که تو این مسائل رعایت بکنید به این چیزا حواستون باشه حالا بریم مراجعه بکنیم به جهان غرب ببینیم این ارزش آمریکایی که داره بهش تاکید میکنه چیه یکی از چیزهایی که تحت عنوان ارزش آمریکایی داره بهش اشاره میشه مصرف گراهیه. اصلا دنیا رو یه کاری کن به شدت اینا درگیر خریدن بشن اصلا شهوت خرید انسان رو برداری خب الان توی همچین دنیای تو اتفاقاً اگر به روایتات بخوای رعایت رو بکنی چند تا کشور مسلمان داریم کل این کشورها به به رو به روایت ها به خودمون رعایت بکنن روایت رو کار چینی ها و کار آمریکایی ها تمومه چرا چون اینا اصلا بنای دنیاشون رو بر مصرفگرایی بستن و تو اصلا مصرفگرایی با روایت دینیت مغایرت داره چون تو دعوت شدی به اینکه اسراف نکنی تو دعوت شدی که مثل اونها درگیر مصرفگرایی نشی خب اینها از بازار تو چندان سودی نمیتونن ببرن تا اینجای داستان بعد از طرفی تو تولیدات داری تو اگر بتونی تولیدات داشته باشی و بتونی به صادرات برسونی چون اونها دارن ملتاشونو رو دعوت میکنن به اینکه مصرفگرا باشن تو فاتح میدان در دنیای اونها خواهی بود دقت کردین چی شد فارغ از همه اینها میگه آقا توی اون دنیا همه درگیر این میشن که آقا پول و شکم و اصلا دارایی های دنیایی و رقابت های جهانی و فقیر و غنی هم نمیشناسه جامعه زمانی که درگیر تجمل شد اگر مثلا یک جامعه باشه مثل ایران که قشر متوسطش خیلی بیشتر از قشر فقیر و ثروتمندش باشه یعنی بخش اعظمی از این جامعه رو قشر متوسط تشکیل بده تو اگر این جامعه رو درگیر تجمل گرایی بکنی کار این جامعه تمومه با چالش های بسیار جدی در زندگی فردی و زندگی اجتماعی روبرو میشه تو اون آخر و زمانه این شکلی میشه بر اساس روایتی که با هم خونیم رو بخونیم قبل از قیام قائم سالهای پرخدعه و نیرنگی در پیش است در این سالها راسویان دروغگو شمرده میشوند و در عوض دروغگویان راستگو شناخته میشن آقا اینو همه جا داریم میبینیم دیگه اصلا همه جا داریم این رو میبینیم یه بار فضای دنیا اون رو هم با هم مرور بکنیم آیا دنیای امروز ما همراه با نیرنگ و فریب و شکلی شده یا نه هم در جوامع میتونیم ببینیم هم در مراوداتی که انسانها با هم دارن ممکن هست بشه هم در سطح بینالملل این همین یه تناقض برای دنیای ما بسته که شما نگاه می‌کنی ماجرای اوکراین پیش میاد همه درگیرش میشن همزمانی که همه درگیر اوکراین شدن بازیکن تیم بارسلونا استوری فرستاده درباره اوکراین حمایت شده درباره فلسطین فرستاده اومدن احضارش کردن گفتن حذفش کن آقا من برده باشگاه شما هم یا فقط قراره توی زمین برای تو بازی بکنم دیگه زندگی شخصی زندگی شخصی خریدی که من استوری باید هست کنم در حمایت از فلسطین پر از خود اون ایرنگ شده دنیای امروز شده یا نه شده دیگه آقا یک همچین دنیایی یک همچین فضای دنیا رو فرام ما چیکار کنیم دست تو بعد بزن رو سرت کلات و محکم بگیری این فتنه ای که میاد این فتنه تو رو با خودت همراه نکنه و در کنار امامت بیسی در کنار لیدرت باشی توی اون آخر زمانه یه کار دیگه هم انجام بد بدی باید سعی کنی در انتظار اون هدایتگر باشی یک نفری میخواد بیاد این دنیا رو نجات شده از این وضعیت تو اگر این دنیا رو حس کردی سعی کن در انتظار هدایتگر باشی همون محبوب ترین کارها در نزد خداوند در آخر زمان انتظار کشیدن برای اوست کسی که منتظر او باشه ارشد مانند رزمنده ای است که در راه خداوند به خون خود آغشته شده آقا چرا اصلا این انتظار جذابه ببین تو میگی من میخوام یه هدایتگری بیاد بعد میگه این هدایتگر اگر بخواد بیاد باید یک عده باشم بتونن کمکش بکنن دنیا رو آباد بکنه با معجزه که کار نمیخواد پیش بره میخواد از انسانهایی استفاده کنی که عقل اونها بیدار شده خب اگر من بخوام انتظار ظهورش رو بکشم باید چیکار کنم اولا باید خودم تغییر بکنم دوم باید کمک بکنم که جامعه هم بفهمه که نیاز به تغییر داره سوم باید کمک کنم که جامعه تغییر بکنه و باید کمک کنم که دنیا متحول بشه خب همه اینا اگر اتفاق بیفته که دنیا خیلی قشنگ میشه که پسان کسی که منتظر اوس به مانند رزمنده ای هست که هر لحظه در راه خدا در حال آغشته شدن به خون خودشه آقا چقدر جذابه یعنی مثلا کاش ما یه جوری بشیم که ما مثلا شبیه بشیم به اون کسانی که منتظرشن و در بین انسان که ما در این سالها دیدیم اگر از حقیر بپرسین میگم منتظر واقعی حضرت هدایتگر حاج قاسم بلند شد رفت در سوریه عراق کجا کجا عیسی در مقابل مستکبرین ایسا در مقابل متجاوزین ایسا در مقابل تکفیری ها اون کسانی که بانم ملت های منطقه ظلم میکنن بعد انقدری محبوب شد حاج قاسم این ویدیو اردانیه رو نمیدم یادتون هست یا نه که تو اردان اومده بودن به یه سریا ظلم کرده بودن یه پیرمرد اردنی فریاد میزد میگفتش که میریم قاسم سلیمانی رو میاریم حقمون رو پس بگیریم آقا مو به تن آدم سیخ میشه یعنی مثلا حاج قاسم چیکار کردی که اصلا اونا با تو هیچ قرابتی ندارن نه به لحاظ اعتقادی تو رو میفهمن نه به لحاظ مذهبی با تو همراهن نه هم نژاد تو هستن ولی اونها منتظرن که تو بری کمک کنی حقشون رو بگیرن خب این خیلیه چرا این شکلی شد چون منتظر واقعی هدایت کرد خب گفتیم یه همچین دنیاییه باید تو این دنیا تلاش کنیم منتظر باشی مختصات انتظاری این شکلی حالا میگه این یه سری یار داره این یارش شکلی هن. میگه آنها شیرانی هستن که از کمینگاه های خود بیرون آیند مانند پاره های آهن اگر ایشان اراده کنند که کوه سخت را از جا بکنند هر آینه آنها را از جاهای خود میکنند پس ایشانند کسانی که خدا را به وسیله مهدی به یگانگی پرستش میکنند اینا دنبال هدایت کردن ثانیه به ثانیه لحظه به لحظه زندگی اینها در انتظار هدایت کردن و اگر اراده بکنن اگر لازم باشه کوه رو جابجا جا میکنن آقا مثالش داریم مشاهدشون بله کسانی که در جنگ تحمیلی شاهدشون بودیم شهدای خودمون نمونهش هستن دیگه شهدای مقاومت ایرانی ها افغانستانی ها لبنانی ها، این کسایی که توی منطقه دیم نمونهش دیگه حالا من جنگ تحمیلی رو بخوام مثال بزنم توی ماجرای شهید نادر مهدوی خیلی معروفه دیگه همتون شنیدین که میگن زمانی که آمریکایی ها در خلیج فارس رفت و آمد میکردن فضا در خلیج فارس در یک بازه زمانی به اوج تنش میرسه اینها به شدت متکبرانه گستاخانه بی ادبانه شروع کن در خلیج فارس حرکت کردن این به گوش شما خوب نمیرسه این آقا وضعیت این شکلیه امام و وضعیت این شکلی آمریکایی ها این شکلی دارن میرن میان اوضاع خیلی پیچیده است از تمام یه جمله میگه میگه اگر من بودم میزد اگر من بودم این آوا میزدم این میرسه به گوش شهید نادر مهدوی عملیات تعریف میشه ایشون میره یه عملیات علیه آمریکایی ها انجام میده یه حفره روی بدن میگه اون شناوری که ایشون مشخص کرده بود مورد هدف قرار بده ایجاد میکنه به اندازه 43 متر میگن اگر دیگرانی نمیرسیدن همونجا این کشتی که مورد هدف قرار گرفت غرق شد اینا وجودشون به شیوه بوده که اگر اراده میکردن اگر به اینها میگفتن آقا کوه رو بجاوجو کنی میگفتن چش شهید باقری میگه توی دوران دفاع مقدس ایشون میگه که من رزمنده های رو در مقابل خودم میبینم که اگر الان به اینا بگی آقا بیا برو تو لوله تانک عراقی ها نمیگه چه میگه چش و یاران او از این جنسن او با کمک چنین یارانی و با کمک چنین انسانهایی و با کمک کسانی که در انتظارش هستند و دنیا را منتظر اند ظهور خواهد کرد عدالت رو حکم فرما میکنه در روایت ها اومده که جامعه اسلامی رو از تفرقه و پراکندگی نجات میده این داستان شیعه و سنی چقدر الان فضاش داغ شده آیت الله خامنه هی هشدار میده میگه آقا حواستون باشه همش دنبال تفرقه و نفاق و به جان هم انداختن هم دیگه نباشیم این فضا درست نیست او میاد مسلمان ها رو از این فضا نجات میده اگر قیام ما قیام کند این رو امام علی علیه السلام میفرمایند. آسمان قطرات خود را فرو فرستد و زمین گیاهان خود را بیرون دهد و کینه ها از سینه ها بیرون رود و درندگان و چهارپایان در صلح و صفا زندگی بکنه یک فضای کلی هست از اون چیزهایی که برای ما در خصوص آخر و زمانه گفتن کاش ما تجربه رو کنید کاش ما بفهمیمش و من این نکته رو خدمت شما عرض کنم امیرالمومنین درباره آخر زمان در خصوص فلسطین حرف خیلی مهمی زدند. چون یه مقدار توی سند این روایت بحث است من نمیخوام بهش اشاره بکنم بعدا به یاری خدا مفصل به این قضیه خواهم پرداخت فقط یه نکته میخوام بگم اون هم یک توییت جنجالی هست که در سالهای قبل یعنی یک سال پیش همین موقع اسماعیل حنیه از چهره های شاخص مقاومت فلسطین توییت ارسال میکنه که این توییت خیلی اون موقع جنجالی شد من میخوام از روی متن توییت رو شما بخونم اگر دیدی ظالم به ظلم ادامه میدهد پس بدان که پایان یافتن او حتمی است و اگر دیدی مظلوم به مقاومت خود در برابر او ادامه میدهد پس بدان که پیروزی اجتناب ناپذیر است این جمله که ایشون توییت میکنه و خیلی اون موقع مرتبه قرار گرفت سخنی هست از علی ابن ابی طالب رمز مهمترین و سرنوشت‌سازترین لحظه تاریخ بشر یعنی آخر الزمانه امروز بیشتر از هر زمان دیگه همه به دادن یک اتفاق مهم در ایالات متحده مقاومت در فلسطین امیدوار شدن امشب دعا بکنیم که بهترین ها برای انسان ها اتفاق بیفته من سعی کردم خیلی کلی بگم خیلی مخلصم ان که دلتون شاد بشه امشب ما رو از دای خودتون محروم نکنید ان که دلتون شاد باشه شبتون بخیر